سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز و گلم وقتتون، انشالله که به خیر باشه. دوستان، اومدم در رابطه با این فرصت باقی مونده ای که تا کنکور تیر ماه داریم و فعالیت هایی که به طبع شما باید انجام بدید و کلی اطلاعات دیگه، در رابطه باش باهاتون صحبت کنم، بگم چی کار کنید چی کار نکنید و در حد 20 ثانیه هم به اتفاقاتی که در طی چند روز اخیر افتاد و اطلاعات کامل و خبرهای کامل و تکمیلی در حد 20 ثانیه، واقعا خیلی کوتاه و خلاصه و مختصر و نیم جمله همه رو براتون میگم. این ویدیو خیلی مهم هستش. عذرخواهی میکنم یه مقدار انرژی ندارم چون دیگه آره. خب بریم سراغ کنکور تیرما. بچه همونطور که میدونید توی کنکور تیرما اتفاقات خیلی عجیبی افتاد و به اندازه 2 هفته کنکور تأخیر خورد. این فرصت بسیار بسیار فرصت مناسبیه که در واقع شما بتونید خودتون رو برسونید. یعنی اگر کمکاری کردید، اگر نخوندید، اگر مشکلی بوده، بتونید به خودتون بیاید خب و یه تلنگری بهتون وارد بشه. این تلنگر میتونه زندگی شما رو دگرگون کنه. این تلنگر میتونه زندگی شما رو دگرگون کنه. ببینید کی بهتون گفتم، به خدا قسم. یعنی شما باعث میشه شما تو بهترین دانشگاه قبول بشید. قول بهتون میدم این تلنگر. منتها به شرط اینکه با روش درست و برنامه درست پیش برید. مثلا ما خب طبیعتاً وقتی که میخوایم مطالعه کنیم، بالاخره هر کسی یه شرایطی داره دیگه. بالاخره هر کسی یک حالتی داره. یکی تا الان خیلی کم خونده، باید تا روز کنکور بخونه. یکی متوسط خونده، اینم باید تا روز کنکور مطالعه داشته باشه. یکی خیلی عالی بوده، این میتونه 70% تایمشو بذاره روی مرورهای کتابهای قبلی از صفر و 20%ش هم بذاره برای دروس جدید و بجز این حالت درسی باید آزمون هم بزنه. یعنی آزمون‌های جدیدی که بیرون میاد حتما بزنه. حالا میتونه این آزمون‌ها از طرف قلمچی باشه یا از طرف در واقع سنجش باشه، فرقی نمی‌کنه زیاد، ولی خب بهترینش اینه که قلمچی باشه، که قلمچی توی دادن آزمون‌ها به بیرون و یه مقدار برگزاریشون توی این خرداد ما، توی این تقریبا اردیبهشت ما زیاد خوب عمل نکرد. یعنی به دست ما نرسید متاسفانه بعضی از آزمون‌هاش. امیدوارم که توی خرداد این مورد کاملا برطرف بشه. داشتم براتون میگفتم بچه ها، اگر شما فعلا یه چیز کلیه، بعد میریم وارد جزئیات میشیم. اگر شما مطمئن هستی به منابعی که مطالعه کردی، چون بعضی ها مطمئن نیستن و عملا اگر منابع درست نباشه تمام این شرایطی که من دارم براتون میگم محو میشه، اصلا به درد نمیخوره. اگر منابعتون درسته و مطمئن هستید که منابع درست رو دارید مطالعه میکنید، میتونید برگردید عقب توی این یک ماه کنی مایی که باقی مونده. اگر تمام دروس رو قبلا مطالعه کردی، میتونی برگردی عقب و حدود 70% تایمتو برای مرور بذاری. اما اکثر بچه ها که توی این دسته نیستن، یه تعداد زیادی از بچه ها مطالعه نداشتن، کم مطالعه داشتن، متوسط مطالعه داشتن، اینا باید طبق برنامه ریزی خودشون، یا اگه با ما برداشتید طبق برنامه ریزی که بهتون میدیم کاملا پیش برید و درس ها رو دونه به دونه انجام بدید و اجرا بکنید. میتونید در کنار خوندن دروس جدید و یک مقدار مرور داشتن، چون برعکس باید بشه دیگه، یعنی کسی که متوسط مطالعه داشته کم یا صفر، بالاخره باید 70-80% تایمش درس های جدید باشه، 20% مرور باشه. اما کسی که خیلی قویه، این برعکس این درصدها، باید شما 70-80% تایمتو بذاری و مطالعه کنی، جدید درس ها رو مطالعه کنی، بخونی و 20% هم به مرور اختصاص بدی تا روز کنکور و در کنار اینها یک برنامه آزمونی هم داشته باشی برای کسایی که ضعیف هم متوسط هم. یک برنامه آزمونی هم داشته باشی در کنار این، نه با فاصله. یعنی مثلا من صبح بلند میشم ساعت 6 صبح تا 3 بعد از ظهر اکثر کتاب ها اصلا برنامه رو تموم میکنم. خب بعدش میام وقت میذارم برای چی؟ بعدش میام وقت میذارم برای آزمون ها، 2 ساعت 3 ساعت آزمون میزنم و تحلیل میکنم، آزمون میزنم و تحلیل میکنم، تموم شد رفت.
اگر شما این نکته ساده ای که من براتون توی این 5 دقیقه گفتم و کاملا انجام بدی، موفقیت با توه. چی گفتم؟ اگر خوب خوندی 80% تایم مرور، 20% تایم برای درسای جدید. اگر بجز خوب هستی، یعنی متوسطی، سطحت پایین، صفری، همه اینا، 80% تایم مطالعه، 70% تایم مطالعه درسای جدید و 20% مرور، 30% مرور داشته باش. و در کنار همه اینها یک برنامه جدا توی روز برای آزمون میذاری. آزمون‌های کنکور، آزمون‌های هفتگی قلمچی، آزمون‌های گاج، آزمون‌های گزینه 2. و بعد از اینکه زدی آزمون رو، همون لحظه تحلیلش هم می‌کنی و اطلاعات رو یاد می‌گیری. این فشار بهت میاره. ولی چاره نیست. میدونم امتحان نهایی ها هست، ولی چاره نیست. کسی موفقه که اولویت بندی درست داشته باشه. یعنی چی؟ من مثلا میخوام در واقع برای کنکور زبان اقدام بکنم، خب میگم امتحان نهایی 28%، اونم 4-5 تا درس عمومی برام تأثیر داره، خب، و نمیام بیام اول امتحان نهایی ها رو بخونم بعد برم سراغ کنکور. طبیعتا میام اول کنکور زبان رو میخونم که 72% تأثیر داره، بعد میرم سراغ امتحان نهایی. پس اول زبان و مشتقاتش رو انجام میدی، دروس جدید، دروس مروری و آزمون ها و تحلیلشون تمام که شد، بعد میری سراغ امتحان نهایی. چاره نداری، نه شما نه هیچ کدوم از بچه‌هایی که امتحانات دارن، کنکور دارن، ترمیم دارن. خب تایم سنگینه این یک ماه برای من، امتحانای من، کنفرانس‌های من، امتحانای شما، همه مواردی که شما داری، خب سنگینه، چاره نیست، باید انجام بدی. پس حتما حتما این موارد ان شاءالله رعایت کنی.